میخوام راجع به یک موضوع مهم صحبت بکنم تحت عنوان اجازه بدهید تا آرامش مسیح حاکم بشود. دیدم چند نفر نوشتین که ببین برای آرامش دعا کنید، ما ناامید هستیم، به امید احتیاج داریم. در دنیای زندگی میکنیم که روز به روز آرامش کمتر میشه. فقط در ایران نیست که آرامش کم میشه، مردم تو دنیا امروز نمیتونن به چین مسافرت کنن، مردم در هندوستان نمیتونن به راحتی خیلی چیزا رو داشته باشن، در آفریقا نمیتونن داشته باشن، در آمریکا مسائل خودشو داره، در دنیا آرامش کمه. علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که دنیا به جای که خدا رو در رأس قرار بده، انسان رو در رأس قرار میده. American Idol، حالا دیگه Persian Idol هم اومده و نمیدونم چیشی Idol، یعنی بوت آمریکایی. و انسان به قوت خودش مینازه، به جای که خدا رو در رأس همه چی قرار بده، خودش رو داره در رأس همه چی قرار میده. زمان آخر که من و شما در این زندگی میکنیم، من متفق و قول هستم با این گفته که ما در روزهای آخر زندگی میکنیم. از موقعی که مسیح از مردگان برخاست، در واقع زمان آخر شروع شده، ولی ما دیگه داریم میگیم 8 7 6 5 آخراش هستش. و یکی از علامتهای زمان آخر اینه که آرامش نیست. برای همین در انجیل یوحنا مسیح گفت من آرامش خودم رو برای شما در واقع به جا میذارم، که الان براتون میخونم آیشون. ولی سوال اینجاست، آیا شما دعا کرده که خدا هم به شما اطلاع بده که آیا عمل خاصی رو که میخواد انجام بدید موافق خواست او هست یا نه؟ اغلب ما مسیحای باله میدونیم که اراده خدا مهمه. در دوره دوم دروس نوکیشا ما درسی داشتیم برای تحت عنوان درک اراده خدا، و اونجا اصول درک اراده خدا رو به شما گفتیم. من فکر کنم یکی از اولین موضوعی که کردم وقتی 24 سالم بود راجع به شناخت اراده خدا بود. ولی خیلی از ما دعا کردیم خداوندا به من اطلاع بده که این کاری که میخوام بکنم آیا طبق اراده تو هست یا نیستش، آیا تو موافقی یا موافق نیستی. درسته این سوالو کردی. در کولسیان باب 3 آیه 15، کولسیان 3:15 ورق بزنید، کتابتون رو باز کنید. کولسیان 3:15 پولس مسیح، پولس رسول میفهمد سول، عبارت اصلی که در یونانی به کار رفته آرامش است. صلح مسیح، آرامش مسیح بر دلهایتان حکم فرما باشد. این دعا نیست، یک آرزو نیست، این یک چیزیست که پولس میدونه که فقط توسط مسیح آرامش میاد. او آرامش مسیح رو تجربه کرده بود، چه موقعی که بیرون زندان بود، چه موقعی که زندان بودش. آرامش مسیح بر دلهایتان حکم باشد. تو دنیا آرامش نیست، دنیا و شیطان آرامش رو میگیره، ولی آرامش در دلهایتان باشد. نه، من کمرم درد میکنه، اینجای پام درد میکنه، صبح پا شدم همچنان دردها تو بدنم هست، ولی آرامش در درون من هستش. دیروز یه مورد پیش اومد که ناگهان کیف پول من کجاست، دنبال میگشتم که یک چیزی رو پرداخت کنم، ناگهان نبود. ولی به خودم گفتم الا تا بعد آرامش داشته باشی، بعد به خدا توکل کنی. دعا کردم خداوند، همه جا رو گشتم، جایی که بودم همه جا رو گشتم، کیف پولم نیستش، کارت شناساییم بود توش، مبلغ پول بود توش، کارت اعتباری بودش. زنگ زدم برادرم نبودش، گفتم شاید خونه اونا جا گذاشتم. زنگ زدم نازنین جان، گفت من سر کارم بودم جواب بدم. ولی آرامش در درون من، نشستم گفتم خداوند به تو توکل میکنم، تو میدونی الان کجاست. حتی رفتم بیرون از خونه، گفتم شاید موقعی که رفتم ماشین رو جابجا کنم که پولم از تو از جیبم افتاده پایین. برگشتم بودم خداوند آرامش تو باشه، آرامش تو باشه، خداوند عزیز میپذیرم آرامش تو رو. بعد از یکی دو ساعت نازنین جان زنگ زد، گفتم نازنین جان که پولم نیستش، فکر میکنی تو ماشین افتاده؟ اون نمیدونم، میرم نگاه میکنم. و بعد تماس گرفت گفت آره زیر صندلی افتاده، دو سه بار زیر صندلی افتاده بود، اون روزم افتاده بودش. آرامش مسیح،
صلح آرامش مسیح بر دلهایتان حکم فرما باشد. زیرا چرا؟ زیرا فرا خوانده شده تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید و شکر گزار باشید. ما خوانده شدیم از دنیا تا اینکه در آرامش مسیح باشیم، در صلح و صفا باشیم. مسیح ما را خوانده که آرامش او بر ما قرار بگیره. خود عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 14 27 میگوید آرامش برای شما به جا میگذارم. این وعده است که مسیح داره میگه، قبل از که مصلوب بشه، قبل از اینکه او را بگیرن، قبل از اینکه اتفاقایی بیفته که شاگردا ازش بترسن، میگوید آرامش را برای شما به جا میگذارم، من آرامش خود را به شما میدم. میخوام دریافت کنید ها، مثل اینکه من چی بگم به شما، من بخوام اینو به شما بدم، شما دست رو دراز کنید بگیرید. مسیح میگوید آرامش خودم رو به شما میدم. جهان، دولت مردان، سیاسیون، پولدارا، جهان نمیتواند آن آرامش رو به طوری که من به شما بدهم بدهد. جهان نمیتونه. دنبال آرامش هستی، بردارین لطفا دعا کن آرامش بیاد. مسیح میتونه به شما بده. من لازم نیست برای شما دعا کنم، شما فقط باید بگید دریافت بکنم. بعضی از شما اینجوری می‌نویسید من دریافت میکنم، من میپذیرم. دریافت کنید، بگید خداوند آرامش که تو 2000 سال پیش وعده‌اش دادی من دریافت میکنم. و بعد مسیح دستور میده، میگه دلهای شما مضطرب نشود. اگه مضطربید بگید خداوند من توبه میکنم، منو ببخش. شاید به خاطر که اخبار نگاه میکنید، نه من خیلی ضد اخبارم. شاید فیلم های نگاه میکنید که شما رو مضطرب تر میکنید. شاید با آدم هایی میگردید که شما رو مضطرب میکنید. شاید با آدم هایی میگردید که به جایی که از کلام خدا با شما صحبت کنن و به شما آرامش خدا بیاد، چیزه میگن که نباید بگن. با حرفاشو شما رو میرنجونن، میترسونن. شاید کتاب هایی بخونید اینجوریه. مسیح میگه دلهای شما مضطرب نشود و فرمان میده ترسان نباشید. نمیگه اگه تونستید مضطرب نشید، نمیگه اگه تونستید ترسان نباشید. فرمان میده، اول میگه من به شما آرامش میدم، جهان این آرامش که به شما میدم نمیتونه بده. من که آرامش که دارم میگم یونیکه، منحصر به فرده. آنچه که به شما میدم از آسمانه، آنچه که دارم به شما میگم که در درون من هستش به شما میدم. و بعد میگه مضطرب مشوید، ترسان مشوید. مضطرب مشوید. مضطربی همین الان دست بذار روی سرت. من عملی صحبت میکنم. دست بذار روی سرت، بگو خداوندا این اضطراب رو الان به دستای تو میسپارم، به نام عیسی مسیح مضطرب نیستم، اضطراب از درون من خارج شو. فرمان بدهید، فرمان بدهید. قدرت داره زبون ما، نه؟ فرمان بده اضطراب از من دور شو. شاید اگر ما خیلی مضطربیم به خاطر اینکه به خدا اعتماد نمی کنیم، شاید مغروریم، فکر کردیم، شاید فقط به خودمون نگاه میکنیم، شاید نگاهمون بر اون نیستش، شاید به او اعتماد نمی کنیم. نمیدونم، خودتون باید با خودتون این مسئله رو حلش کنید. مسیح میگوید آرامش را برای شما به جا میگذارم، من آرامش خود را به شما میدم، جهان نمیتونه آرامش را به شما بده. دلهای شما مضطرب نشه و ترسان نشید. پولس رسول میگه صلح و این آرامش بر دلهایتون حکم فرما باشد، یعنی به طور مداوم بر شما باشه، نه یه ساعت باشه تو کلیسا روزای جمعه بر دلاتون حرفای میزنه خوشم میاد، آرام میشم، بعد میرم دوباره استراب بیاد. حکم فرما باشه. چه چیزی بر روی زندگی شما حاکمه؟ غذا؟ لباس، مد، پول، قدرت، چه چیزی حاکمه؟ شما میتونید در چاه شیران زندگی بکنید مثل دانیال، ولی آرامش مسیح بر شما باشه. شما میتونید تو زندان باشید مثل پولس و سیلاس، ولی آرامش بر شما باشه. آرامش مسیح بر شما فرما باشه، حاکم باشه، یعنی لیدتون بکنه، رهبریتون بکنه.
آرامش مسیح شما رو جلو ببره در شرایط مختلف. بگذارید آرامش مسیح راهنمای شما باشه. بگذارید به شما در حل مسائل آرامش مسیح کمک کنه. اگه شروع به انجام این عمل کردید و متوجه شد که در مورد آن آرامش ندارید، این کار رو نکنید. یه کاری داری انجام میدی احساس بکنی آرامش نداری، یه دلم میگه این کار رو بکن، یه دلم میگه این کار رو نکن. شبا خوابم نمیبره. نرید جلو، نکنید. سالا پیش در کلیسای ما عزیزی بود با بچه هاش، گفتم خواهر جان نکن این کارا. گوش کن، شما میگید بعد دقیقتون شبان من هستید، احترام میذارید، حرفای خوب میزنید، حرفم گوش کنید. ایشون گوش نکرد. رفتم در جایی که بودن دیدمشون، دیدم پولاشونو یه آقای خورده. دوباره گفتم خواهر نکن این کارا، گوش نکرد. بعضی بهش میگه این کار نکن، ناراحت میشن و میذارم میرن، ولی بعد چند سال که ازشون میشنوی میگه در به داغونم. و من آدم های زیادی میتونم بشمارم که در این 30 سال خدمت من بهشون گفتم گوش نکردن. میدونی چرا گوش نمی کنیم؟ چون سرکش هستیم، چون از خدا هم اطاعت نمی کنیم. بعضی گفتم حرف نزن میشی سر جا، حرف نزن. چند روز پیش تماس گرفت گفت من از شوهرم چند ماه طلاق گرفتم. چقدر دردآوره نه؟ بذارید مسیح بر شما فرما باشه، نه دنیا. شما کجا میدونید من از طرف خدا با شما حرف میزنم؟ شما کجا میدونید این کلامی که از دهان من داره میاد بیرون صدای خدا نیستش؟ مسیح گفت مثل بچه ها باشید، حرف گوش کن باشه، حرف گوش کن. گرچه بچه های حالا میگه سرکش شدن. محبت مسیح، آرامش مسیح بر شما حکم فرما باشه. با این وجود بیاد داشته باشه که رهبری درونی روح قدس این حس ظریف نارامی یا صلح به شما رو میده. روح قدسه که به شما آرامش رو میده. این همان چیزیست که شما باید با دقت بدان توجه کنید، با آن گوش کنید. او به طور کلی تنها صبح زود نمیاد سراغ شما با شما حرف بزنه، که شما رو یک روز صبح از خواب بیدار کنه، از رخت خواب بیدار کنه، به شما بگه چه کاری بکنه چه کار نکنه. اولین روشی که او با شما صحبت میکنه همان چیزی که تا ماهست آن را به عنوان یک شاهد داخلی مینامد. روح قدس یک ندای درونی هستش، او در قلب شما صحبت، الان او داره با قلب شما صحبت میکنه. گوش کنید، روح قدس داره با قلب شما صحبت میکنه، با قلب من داره صحبت میکنه. بگید روح قدس میپذیرم، دریافت میکنم، تو رو شکر میکنم روح قدس، متشکرم برای صدای تو، برای اینکه منو با حال خودم رها نکردی، بلکه با من حرف میزنی، بلکه هدایت میکنی، بلکه توجه میکنی، بلکه محبت میکنی. میپذیرم ای خداوند. ای روح قدس سپاسگزاریم. روح قدس با قلبای ما صحبت میکنه، روح قدس از طریق کلامش صحبت میکنه، روح قدس از طریق آنچه که در کلامش گفته امروز هم ما را هدایت میکنه. اطاعت کنید، گوش کنید. بنابراین شما باید گوش بکنید، شما فقط نمیتونید همیشه درگیر مسائل این جهان باشید. مگه چقدر عمر میکنی؟ 70 سال؟ 100 سال؟ من آدم های 80 ساله رو میشناسم. عزیز دیدم هفته پیش 88 سالش بود، خیلی سرحالم بود. مگه چقدر عمر میکنی؟ اگه در این عمر کوتاه ما که بخوایم هر روز درگیر مسائل باشیم، من اینو دارم، من اینو ندارم، من اینو میخوام، اونو نمیخوام، همش درگیر این مسائل باشیم، پس کی میخوایم برای او زندگی بکنیم؟ پس کی میخوام آرامش او بر ما باشه؟ من این صحبت رو میکنم چون تو این هفته چند نفر توسط من توبه کردن. این صحبت رو میکنم چون امروز روزم طوری شروع کردم که دو نفر قلبشون رو مسیح سپردن.
یه چیزی نمیگم که شما بکنید خودم نکنم. برای او زندگی بکن. اجازه که آرامش روح القدس بر شما قرار بگیرد. تسلی روح القدس بر شما قرار بگیرد. همچنین پولس در کولسیان 3:15 به ما هشدار میده مراقب نزاع باشید. مراقب نزاع باشید. اگر از چیزهای زندگی خود ناراحت و ناراحت تر شده اید، دریافت این راهنمای آرام از روح القدس بسیار سخت خواهد بود. نزاع نکنید. ما سگمون اسمش نمکه، این گاهی وقتا خودشو میخارونه. من به شوخی میگم این با خودش درگیره، گاهی وقتا این دوشک روش میخابر و هم داره تکونش میده، میگم چطور با خود درگیری؟ گاهی وقتا با خودمون درگیریم، با این شخص درگیریم، با این شخص درگیریم، از این شخص جدا میشیم، از این شخص جدا میشیم، ولی به جایی میرسیم که نه خیلی مشکل خودمم، با خودم درگیرم، با بچه هم درگیرم، با کشیشم درگیرم. چی شده بر ما اینقدر درگیریم با دیگران؟ نذاریم نزاع در درون ما باشه، نذاریم که نزاع ما رو رهبری بکنه، نذاریم جنگ و جدل ما رو رهبری بکنه. بعضی ها مسیحی شدن با مردم درگیرن، با شبانا درگیرن، با اعضای کلیسا درگیرن، با خانوادهشون درگیرن. چرا پس مسیحی شدی؟ اگه قرار با همه درگیر، من نمیگم اگه کسی شما رو داره میزنه باید با او زندگی کنید، من راجع به اون صحبت نمی کنم. بعضی از شما تو جلسه هم هستید، میدونم که خانوادهتون خیلی با شما بد رفتاری، که من اون رو نمیگم، من راجع به این صحبت میکنم. چرا همش درگیری؟ چرا انقدر شعرهای گوش میکنی، شعرهای رو منتقل میکنی به دیگران که اگر به اون سرانه خوب گوش کنید و بشنوید میبینید که این شخص خودکشی کرده، این شخص طلاق گرفته، این شخص درگیر بوده. چرا کلام خدا رو نمیگی؟ چرا با کلام خدا زندگی نمیکنید؟ چرا اجازه میدید کلام خدا در شما جایگزین بشه، کلام خدا بیاد حکومت کنه؟ که اگر کلام خدا بیاد، آرامش مسیح میاد. کلام زیبای خدا، کلامی که هرگز تغییر نمیکنه. کلام آدم ها تغییر میکنن. من نمیخوام اسم شاعری رو ببرم، بعضیتون خیلی براشون غیرت دارید. من یکی از ایماندارا بود، یه روز اومد با من درگیر شد، شما چرا با فلان روانشناس مشکل دارید؟ گفتم من مشکل ندارم، شما بدی نکنه، ولی 4 بار طلاق گرفته. این آقایی که 4 بار طلاق گرفته چطوری میتونه تعالیمی رو به من بده که به درد من بخوره؟ نمیتونه. اگه من کشیش، من کشیشم، خب من الان سالهاست کشیشم و تجربه خدمتی چند ساله دارم، اگه من همسرم رو نتونم محبت کنم، بچه هم نتونم محبت کنم، همسایم رو نتونم محبت کنم، دوست داشته باشم، موقع رانندگی عصبانی بشم، بوق بزنم، چطوری میتونم شما رو راجع به محبت و عشق خدا رهبری کنم؟ پس پولس رسول میگوید اجازه بدید که محبت و آرامش مسیح بر شما حاکم باشه. آرامش از مشروب به دست نیارید، مشروب معدتون رو خراب میکنه. از سیگار به دست نیارید، از ترانه های دنیایی به دست نیارید که طرف تمام بدنش رو خالکوبی کرده و نمیدونم همه جای بدنش گوشواره آویزون کرده و خودش هر روز با یکیه. آرامش مسیح رو دریافت کنید. اون آرامش های موقتی از بین میرن، امروز هستن فردا نیستن، ولی آرامش مسیح ابدیست. بگید خداوندا دستتون رو بر بالا، بگید خداوندا آرامش تو رو دریافت بکنم. من ناراحت نمیشم اینجا ننویسید، فکر نکنید هرچی بیشتر بنویسید من خوشحال میشم. خوشحال میشم بعدم فیدبک بگید، بگید کجا کلام خدا با شما صحبت، ولی خوشحال میشم دست بری بالا بگی خداوند آرامش تو رو دریافت میکنم، میپذیرم مسیح جان، شاید داد بد بزنی نمیدونم، میپذیرم مسیح جان آرامش تو رو دریافت میکنم. آرامش او، شالوم او، چنان که در سرود خواندیم، شالوم او اجازه بده که بر شما حاکم بشه. بنابراین
به دستور عملهای کتاب مقدس توجه کنیم. نگید ما تو عهد جدیدیم دستور عمل نداریم. به دستورات کتاب مقدس توجه کنیم. پولس میگوید سپاسگزار باشید. مسیح میگوید سپاسگزار باشید. این دهانو باز کن به سپاسگزاری. یکی از گروه ها که بعضیشون شاید اینجا تشریف دارید، منم وارد در واقع گروه کردید، اینها هفته پیش چالش غر زدن گذاشته بودن. هر کی غر بزنه باید تنبیه بشه. گفتم اون عهد عتیقش کردید، ولی به جاش شکرگزاری کن، سپاسگزاری کنی. چه خوبه نه؟ بیام خودمون رو چلنج کنیم. خداوند میخوام در سپاسگزاری رشد بکنم. ایماندار قدردان باشیم. قدردان باشیم، نمکشناس باشیم. میدونم تو ایران شرایط سخت، نارامی ها هست، ولی باید قدردان باشیم. یه قلب شکرگزار داشته باشیم. یه قلب سپاسگزار داشته باشیم. ویزه بدیم که صدای آرام بخش روح قدوس به ما تسلی بده. مزمور 95، مزمور 95 آیات 1 تا 7 میگه بیایید خداوند را بسرایید و برای او که پشتیبان نجات دهنده ماست آواز شادمانی سر دهیم. با شکرگزاری پیشگاه او بیاییم و با سرایدن سرودهای شاد او را پرستش نماییم. عزیزانی که سرود میخوانید، با سرودهای شاد به حضور او بیایید، زیرا خداوند خدای متعال است، پادشاه بزرگ و تمام خدایان. او فرمان روای سراسر زمین است، از اعماق اقیانوس ها تا فراز بلندترین قله ها، زمین و دریاها همه به او تعلق دارند، زیرا که او آنها را ساخته است. او را ستایش بکنیم. خداوند تو شکر میکنیم، دعا میکنیم که آرامش تو بر ما حکمران باشه. مسیح جان بیا و با آرامش خودت در ما ساکن شو. تو به ما استراب نمیدی؟ تو ما آرامی میدی خداوند عزیز. دعا میکنم برای این خواهر، دعا میکنم برای این برادر عزیز که ناآرام هست. همین الان آرامش تو وجودش رو در بر بگیره. به نام عیسی مسیح زنده به آن نارامی فرمان میدم الان از این عزیز خارج شو و دعا میکنم در عوض شالوم عیسی مسیح، آرامش عیسی مسیح وجود این عزیزان رو در بر بگیره. من رو در بر بگیره این خداوند. دعا میکنم که آرامش تو الان بر بام ایران قرار بگیره، مردم صدای تو رو بشنون که میگوی شالوم بر شما، ایران آرامش تو رو دریافت بکنه. ای خداوند متشکریم برای کلام زندت، برای کلام بی نظیرت ای خداوند عزیز، برای کلامی که هرگز عوض نمیشه، برای کلامی که هرگز تبدیل نمیشه، برای کلامی که ماندگاره. ای خداوند دعا میکنم این کلام با ما باشه ای خداوند، و هر جا که میریم ای خداوند وقت رفتن و برگشتن مبارک باشه، وقت نشستن و برخواستن مبارک باشه، سر باشیم و نه دومه. ای خداوند عزیز دعا میکنم آرامش تو گوشه گوشه زندگی های ما رو در بر بگیره. ای خداوند متشکریم برای آرامش تو خداوند که به جا گذاشتی برای ما. چیز بدی رو برای ما به جا نذاشتی، بلکه آرامش خودت رو، همه آرامش که تو داشتی روی صلیب خداوندا، اون آرامش بر ما قرار بگیره به نام عیسی مسیح. شکرت میکنیم این خداوندا، تو شایسته پرستش و اکرام هستی. از حال تا ابدالآباد حضور پربرکت تو با تک تک ما باشه و بماند در نام عیسی مسیح. آمین آمین. خدا رو شکر برای وجود تک تک شما. دعا میکنم این کلام زنده که امروز شنیدید یه خوراک قوی باشه برای طول هفتهتون. از فردا همین امشب که میخوابید، جمعه شب، فردا که شنبه شروع میکنید، تا هفته بعد که برمیگردید، حضور خدا با شما باشه. به خدا وصل باشید، رازگاهانتون رو حفظ کنید، در پرستش، در شکرگزاری، در این مطالبی که در کانال‌ها میذاریم تفکر کنید. من نمیخوام تو تیوار فقط منتقل بشه، میخوام تفکر کنید، میخوام دریافت کنید. خیلی از اینا رو وقتی خدا به من میگه مینویسم، از جای دریافت میکنم، موعظه گوش میکنم، موعظه تهیه میکنم، مینویسم. روش تفکر بکنیم،
و اجازه بدیم که آرامش خداوند با ما باشه. خداوند با